باز هم سلام گرم همه ما خواهرخوانده ها را بپذیرید و با دو تا سوژه خوب ولی اینکه خراب جریان داره جدا بس با دو تا سوژه خوب باز هم در همین میز یعنی میز خواهرخوانده خدمت شما هستیم. ما هم سلام تقدیم میکنم و تمام بینندهایی که برنامه خواهرخوانده را میبینن. عزیزان بازم سلام. سلام، ما هم سلام تقدیم میکنم. در یه هفته خواهرخوانده های ما بسیار زیاد تغییر و تبدیل میشن و امروز یک خواهرخوانده ای که مدت ها از ما همراه هست و همیشه خواهرخوانده خیلی خوب ما بیرون از برنامه هم بوده در برنامه داریم، زایده جان نوریا، خیلی سلام برات. خواستم دستم از اینکه در کنار زایده جان و خواهرخوانده نو برنامه ما امروز برنامه رو پیش بینیم. فکر میکنم برنامه خیلی خوب خواهد بود. در اولین بار بعد از چند سال دوباره خواستی بیایید تصویر باشی؟ 8-9 سال میشه. 9 سال است دیگه تصمیم گرفته به تصویر نباشه، ولی امروز با افتخار برنامه خواهرخوانده دوباره آمده به تصویر. خوش آمدی. خوش آمدی. به هر ترتیبش سوژه امروز ما، البته ما دو سوژه امروز دنبال خود کردیم، یکی سرمایه و فلسفه سرمایه برای خانم ها هست که برای ازینا چی معنی میتونه در ذهن یک زن سرمایه چی معنی داره و بحث دوم همون بحثی است که دیگه کل تان همه تو دلتان زنگل بخ میزنه که نامش رو بگیرم تلا جواهرات یک رقم تلا گفتی امیال امون تلا سبا قدر غلیزه که تو گفتی لطفا با ای دستت گپ بزن تلا تلا ما خو نپوشیده ما میخوام امیر پوشیده بخورم بی یک امیر ویدا جان با وجود که خبر داره که نمی من 3-4 سال پیش پوشیده بودم و حالی تنگ شده نمه برای عزیزتم تو 3-4 سال از نوره قدر با آشقانه نگاه کردی که حتی تنگ شده امرای دست خب چی کار کنم؟ نمی کنم عزیزتم ویدا جان هیچ خراب نشده خوب نگاهش کردنی حتما زایدان که پول پیدا کنه حتما از این من میگم تو نامه خرید گرام چند بود؟ من که خریده بودم گرام 2600 2600 هر کس که فهمید که والا گرام چند است و طلا می خرم میشه 2800 ولی طلا نخریده بله فروختم این گپش درست است من میفهمم مخصوصا زایده جان همیشه هر چی پول داره من شاید هستم که یا تلویزیون میخره یا پرده میخره و یا هم ماشین لباسشویی از این موارد و او رو فکر میکنه که این سرمایه است آیا این سرمایه گفته میشه یعنی از ویدیو از شروع میکنیم که این تجربیات زیادتر است سرمایه در خانم ها چی چرا ما باید سرمایه دار باشیم یعنی چرا ما فکر نکنیم که تا باید سرمایه دار باشیم قبل از اینکه من برم سر خودم سرمایه برام چی معنی داره از تمام سرمایه یعنی از کل سرمایه دنیا فقط از 13 تا 15% در اختیار خانم هاست یعنی مالکش خانم هستن فقط 15% شما مالکش هستید چقدرش باقی میمونه 85 یعنی 80 تا 85% شما آقایون مالکش هستن پس ما درست در مورد سرمایه فکر نکردیم و همچنان دنبالش نکردیم که سرمایه دار شوید برای ما سرمایه اولین سرمایه دانش است دانش به این معنا که نه اینکه کتاب رو بخونم آدم فهمیده باشم اینا نه بحث ملموس و بحثی که بتونه بر ما چرخه اقتصادی را به دوران بیاره او دانش کدام دانش است اسناد یا مدارک تحصیلی است لیسانس ماستری دکترا ای اولینش است دومینش خانه است از نظر من مرگ و خانه داشته باشم دیگه تمام تکفل خانوادگی برم ساده میشه ویدا جان یک طرف قضیه است حالا خانم هایی که کار میکنن مصروفیت دارن کار دارن خب میتونن از طریق آیدی که دارن شغلی که دارن خانه بخرن موتر بخرن و خود سرمایه دار بشن حتی به تجارت بپردازن به کارهایی که نفع اقتصادی برشان داره اما بس وید خانم های بیچاره است که در خانه هستن اونا پول ندارن میراثی هم قدر زیاد برشان نرسیده آن این خانم ها چگونه میتونن که به سرمایه دار بودن و یا هم به پول و دارایی فکر کنن یک چیز ما جواب برد بله میفهمی سونیتا جان از ما شمایی که در بیرون کار میکنیم و هدف داریم با کار کردن ما همین پولی را که به دست میاریم او را تا با کل ما تقسیم میکنیم که در کجا باید مصرف کنیم خانمایی که در خانه هستن مصارف کشاور برشان میاره
و پولی را که برشان می تکینی مصارف خانه، شما مطمئن باشین که از او بسیار یک پسنداز خوب بر خود جور می کنن، یک سرمایه خیلی خوب دارن. خوشکی چقدر مثبت می بینه، تجربه کنید. یا اینکه مادر جانش اینطوریست یا خواهرش، همونطور که خانمایی که در خانه هستن از ما و شما که سرمایه خیلی خوب بر خود دارن. بله ویدا جانی، چه خاطر خیلی جالب است. یکی از دوستان ما خب شوهر خانه همیشه پول میارد و به خانم میداد که می خرج خانه و گپا. خانم یک خانم خیلی زیرک بود و میخواست که با اینده یک سرمایه داشته باشه، پولی از خود داشته باشه. قصه کرد شوهر از البته قصه کرد از دوست خیلی نزدیک ما از فامیلا، گفت ما می هر شب خانه میامدم میدم که یک غذای بسیار پیش با خود چرا یک غذای دیگه پخته پول خوب بود، ولی این است که می بسیار مفید است. خود گفت یک شب باز شب دیگه آمدم باز همی غذا، گفتم چی خوب مفید است. میگه روز آخر که شد آخر کی غذا آورد، گفتم باز چی گپ است، گفته والا امروز بازم دکتر راجع به فواید ازی خیلی زیاد گفته بود. این نه خاطر گپ، میگه گفتم مال دیگه تیر ازی نف ازی فایده فقط یه غذای پخته که ما دارم از گرسنگی. یعنی خانم خیلی زیاد کوشش کرده بود که امو از کمترین پول مصرف برسونه و زیادترینش سرمایه به خود جمع کنه. این قسم خانم ها هم از راست میگه. من یک خانم دوستای من به می شکل هستن، دوستای بسیار نزدیک ما، او امو خانم خانم بی سواد و خانه و شوهرش همیشه کار میکرد. خی پول مرد خانه وقت کار میکره همه درآمدش به دست خانمش میتاد، نه اینکه تو نگاه کو این قسم قسم اینجا میگن یک وقتی امی مرد خانواده قرضدار میشه از کدام کس قرضدار میشه، باز به خانمش میگه، شب میای بسیار ناراحت میگه که چی هست، ما قرضدار شدیم از فلانی اینقدر قدر پول اینا ترین ترین تری. خانمش میگه که هیچ رای نزن، دو برابر از او پیش ما دعوت این شوهر. میگه از کجا کردی تو؟ میگه سالا که میگه نیم نیم پولا رو ما مصرف میکنیم، دیگه کجا میکنم ده فلان بالش بندی. شما از شما سه نفر حالا میگذاریم بیننده های عزیز ما که خانم ها هستن الان پای تلویزیون ها نشسته هستن، یک بار از خودتون سوال کنیم کدام تان اتاق خاص برای خودتون دارید؟ ببینین از چهار نفر یک نفر کدامتان مثلا یک فضایی که کتابخانه باشه کتابا مربوطتون باشه از خودتون دارید؟ مثلا کدامتان از پولتان در هر ماه فیصدی رو برای خودتان اختصاص میدید؟ ببینین این در تمام یعنی در فیصدی ها ما 0.4 چند فیصد هم چنین عمل نمیکنیم. یک چیزی به نام خودخواهی، این ما بحث دیگرخواهی رو مطرح میکنیم. بحث دیگرخواهی همیشه اقتصاد زنانه یا سرمایه برای زنانه صدمه زده. بحث ما این بود. بله بله بله. خب این چی باعث میشه که ما خانم های قدر از خود گذر باشیم، دیگران را دوست داشته باشیم و ما خود دوست نداشته باشیم و دیگر خواهی باشه؟ تربیت از نظر من فکر میکنم این بحث تربیت محیطی است. چون این تشویق میکنیم که همیشه خانم مثلا راحت دخترها رو میگن که بخیر میری خانه شوهر و اگر اقسم دسواشور باشی روغن هم چون زیاد مصرف کنی تو میشه، نان زیاد مصرف کنی سرت گپ میزن، اگر تو مثلا تو زیاد اضافه مصرفی کنی خانه شوی برباد میکنی. یه رقمایی از نگاه ذهنی آماده میشه یا تیار میشه که برای کس دیگری زندگی بکنه. بله. یا مثلا بهترین زن میگه اون زن است که دکم و کسرم ساخت و صدای خود نکشید و مثلا لچ بود پت بود گزاره کرد. ببینین این چیز خوبی است. حالا من نمیگم که جوره ها با هم دیگر نسازن، این بس نیست، ولی چرا یه بعض از این تشویق نمیشه که مثلا من بهترین مرد و مرد را میدانم که بگویه که در بدترین شرایطی مثل ما در بازار کار آمد، مثل ما بازو در بازو کار کرد، یخشته من زدم یخشته ای زد. یه بعض از این که بگویه والا لچ بود پت بود، من کراچی هم کش میگن که من گزاره کرد. خب این چیز خوبی نیست. هم شما یک انسان را به عنوان یک زن، یک زن را به عنوان یک انسان فلج میکنین از نگاه اقتصادی، همو را عادت میتین به این که خب اگر اونمو مرد تانست یک پیران برات بخره بپوش، اگر نگه لوش بگر یعنی باید خود کفا باشیم. بس تربیت است. یعنی در اقتصاد زنان و در سرمایه، در فلسفه سرمایه برای زنان در کشور من باید تغییر بیاید. نظر ما ایست. نظر خوبی است. خب خانم را میشناسم. بله خانم را میشناسم که در خانه است ولی شوهرش کار میکنه و امو پولی را که از شوهری پس انداز کرده روزی با شوهر خود در تجارت شریک شد. آفرین. ولی بهترین سرمایه داره خودش. خودش آفرین. خب سرمایه تو خوب است امو تجارت حداقل شریک شد. میگیره نه زایده جان حداقل شریک شد. اما ما تو فامیلای را میشناسم، تو خانواده را سراغ دارم، دورم نی بسیار نزدیک دمی حوزه های چهار طرف ما شما که مثلا مرد خانواده دو داخل خانه است، زن خانواده صبح 6 بجه از دفتر میبره، از خانه میبره میره دفتر کار میکنه، یک جای دیگه جای دیگه جای شام خانه میره، هنوزم برازون میگه که مثلا چی است که روی دسترخوان آوردی، چی است که تو از پول زن مصرف میکنه، پس او چی؟
قوانین چنین است که الان مثلا در افغانستان مرد نفقه بده هست. بله بله. و در این حال اگر قرار است که مرد نفقه نده پس ریاست خانواده رو به عهده نگیره. ریاست آن میگه که آن که نان دهد فرمان دهد. و یعنی آقا بالا سر خود آدم با انتخاب میکنه در درون خانواده. بله. حالا اگر این کار رو نمیکنیم، اگر قرار است که مساواه میکنن با هم دیگه کنار میآیند، با هم دیگه اتحاد میکنن، پس باید مساویانه باشه. نباید بگیم خب تو چی آوردی. همونطوری که تطبیق میکنیم این که یه خانم اگر مردش تانستی لچ بود پد بودی گزاره کرد، خب اگر قرار است که زن آورنده اقتصاد بخانه باشه مردش هم دیگه لچ بود خب گزاره کرد. بس دیگر از در بر خالات خود خانم هایی موقع مثلا میگن به شوهر خود مرا اجازه کار در بیرون از منزل بدی با او توافق میکنن، ما تمام مصارف خانه را میپردازم و از تو هیچ خواهر نیستم. هیچ هم مشکل در بر خالات میبینیم که خود خانم های متاسفانه مشکل دارن. هیچ گاهی نمیخواین که بگین اما حقی که دارم من میرم بیرون کار میکنم و تو هم باید مسئولیت که در قبال مداری انجام بدی. این گپ نمیگن، خود خانم ها توافق میکنن و در این قسمت اونم دست پای بسته است و چیزی هم گفتن نمیتونه. وقتی که بگی میگه بیشی در خانه من خودم خرج نمیتونم، هیچ نیاز ندارم برات. این قسم هست، این موضوعات هم هست دیگه. اگر همینه دیگه، ما وقتی که میگم سیستم مشکل داره، سیستم مشکل داره. ما خانمایی رو دیدیم که ما یک البته قصه تلخ است، خب هم برای من خنده‌دار بوده هم تلخ. یک شبی در خانه یک از دوستا بودم، یک خانم 70 و چند ساله که خب فرسایش پیریش هم زیاد بالا بود. این خانم جنگ کرده بود، نمیفهم سر چی و بدون اجازه کدام کار را انجام داده بود. ما چون خانه کسی رفته بود یا چطور نمو نصف شب شوهرش سه طلاق شداد و این خانم باران هم میبارید، خانم 70 چند ساله را کشید و این خانم هیچ چیزی نداشت و هیچ جایی نداشت کجا بره. خانم که 70 چند سال، حالا نصفش کنیم 40 سال با یک آدم زندگی کرد. خب پس از این باید ما دیگه و فکر ای گپ ها باشیم و دنبال یک سال دیگه. اتاق از آن خوده که ورجینیا وولف در یک قرن پیش نوشت دقیقا روی این بحث تاکید میکرد. شما هیچگاه خودتون فراموش نکنید، هیچگاه بار گردن کسی نشید و دیگران بفهمانین که نگذار من بار گردن تو باشم، بگذار بازوی تو باشم. خب به هر ترتیب میریم به بحث بعدی.